دوستان سلام. آقا درسته که آسید علی مشنگه، درسته که این روزا بدجوری میلنگه، با کوس گرم جنگه، عرصه به یارو تنگه، منتها یادمون نره که مسئله مهم فرهنگه. یک مسئله هم مسئله فرهنگه که آقایونم حالا معلوم شد که نگرانی دارید، بنده هم نگران. مسئله فرهنگ مسئله مهمی است، بنده هم در این نگرانی با شما سهیم هستم و امیدوارم که مسئولین فرهنگی توجه داشته باشن که چه میکنند با مسائل فرهنگی. شوخی نمیشه کرد، بی ملاحظگی نمیشه کرد. اگر چنانچه یک رخنه فرهنگی به وجود آمد، مثل رخنه های اقتصادی نیست که بشود جمع کرد، پول جمع کرد یا سبد کالا داد یا یارانه نقدی داد، اینجوری نیست. به این آسانی دیگه قابل ترمیم نخواهد بود، مشکلات زیادی داره. ولی فقیر اگو آبکش بگو بابا، تو که کلکسیون رخنه ای عظما، پس معلوم شد سبد کالا و یارانه و این حرفا هم واسه هم آوردن رخنه بوده. کابوس انفجار بعد جوری زول بیاد کرده. خب حالا بگو ببینم، نرم تنان کابینه شقفری بالاخره برای رفع نگرانی مقام دولای ولایت چه غلطی باید بکنن؟ ایشان مرزبندی صریح و شفاف با دشمن را یکی از وظایف مسئولان دانستند و در این خصوص تأکید کردند. کسانی که سعی میکنن این مرز را کمرنگ کنن یا محو کنن یا از بین ببرن، اینا خدمت نمیکنن به مردم. آها گرفتم، پس برای کوب زدن به درزای نظام میخوای مرزا رو پر رنگ کنی ها؟ بابا بذار کنار اون وافور بدمستب، و الان که وقت دود و دم نیست که. بدبخت وجب به وجب جسم ناقصت زهرمال شده رفته، بعد تو فکر مرزی؟ بابا آخه یه چیزی بگو که بگنجه. خیلی خوب، شما میگید ارتباط داشته باشین با دنیا؟ خیلی خوب ارتباط داشته باشید، منتها معلوم باشه با کی ارتباط دارید، چرا ارتباط دارید، چه جور ارتباطی دارید، اینا مشخص باشه. مرزبندی یعنی این، در جوابندی های داخلی هم همینجوره. بگی منو، به این میگن زهرخوری به شیوه جهشی؟ مذاکره و نرمش قهرمانانه کم بود، اوزی جواز رابطه رو هم صادر کرد، منتها میگه غیر از مردم ایران با هر کی عشقتون میکشه تو پرانتز شیطان بزرگ ارتباط برقرار کنی. سید علی با این حرفت تیزی رو برداشتی خشی کشیدی رو شکم نامبارک، اینم کامنت طوله جنتی. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در لبیک به بیانات رهبر معظم انقلاب با صدور بیانیه‌ای، بیانات معظم الله را چون همیشه روشنگر مسیر حرکت کشور به ویژه حوزه فرهنگ عنوان کرد. در این بیانیه تاکید شده است وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با الهام از رهنمودهای تعالی بخش رهبر فرزانه انقلاب میکوشد با تعمیق فرهنگ و هنر متعهد و جذب حد اکثری اهالی فرهنگ و هنر که در نقاط عطف تاریخی همچون انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و صحنه‌های مختلف رویارویی با تهاجم فرهنگی مجاهدتی بی‌بدیل نمودند، همه ی همت خیش را برای تحقق منویات ایشان به کار گیرد. به این میگن شکاف اندر شکاف، میگه آقا زهر رو بریزید که جسم ولایت آمادگی جذب حد اکثری زهرماریه. اما دوستان حالا اگه میخواید ببینید این زهرخوری حد اکثری چه آثار و عوارضی داره، یه نگاهی به این دایناسور بندازین. اگر دشمن گزینه نظامی رو روزی میز دارد، اولا بداند خود این گزینه نظامی دلیل ضعف است، که برای این که در جلسه سخن و حرف حسابی نداره تا غالب بشود، متوسل به این گزینه میگردد، برای گریز از سقوط متوسل به زور میشود. اما ایران برای غلبه بر دشمن گزینه های فراوان دارد. اگه منظورت از ایران
به زبان وارونه آخوندی سیدعلیه؟ بله، گزینه‌های فراوانی داره. طلسم شکسته داره، حمامی پریشون داره، کرک و پر ریخته داره، سانتریفیژای کپک زده داره، شاخی مثل کوسه و شیخ فرید داره، تازه جام زهرای فراوانی هم داره. با این همه دارایی تیم مذاکره کننده میتونه اساسی بگازه. بالاخره شیطان کلاه سر آدم و حوا گذاشت. خدا کند انشاءالله شیطان بزرگ موفق نگردد سر هیئت ایرانی کلاه بگذارد. بکی اینو کجای کاری تو زدک؟ واسه آدم ها از آدم و حوا مثال میزنن، نه واسه یه جک و جونه برای مذاکره. چی بابا سیدعلی از فرط بیچارگی فتوای رابطه با شیطان بلا رو هم صادر کرد؟ بعد تو نگران گول خوردنی؟ آقا زهر زده دمارتون رو در آورده. بپیچید آقا، بپیچید تو دست و پایم. یالده.